مسابقات تکواندوی خردسالان با شناخته چهره های برتر به پایان رسید. نخستین دور از رقابات های تکواندوی زیر 14 ساله غرب کابل صبح امروز با معرفی نفرات برتر خاتمه یافت. هدف از برگزاری این مسابقات آشنایی خردسالان با مسابقات و رشد رشته تکواندو خوانده شده است. در این رقابت ها 100 رزمجوی خردسال از 5 کلب شهر کابل بر سر کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان این مسابقات به نفرات برتر جوایز نیز اهدا شد. مسابقات فوتبال لیگ اروپا با پیروزی سرخپوشان آنفیلد و بانوی پیر همراه بود. در مرحله رفت بازی‌های انتخابی لیگ باشگاه‌های اروپا شب گذشته چند دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها تیم لیورپول موفق شد با نتیجه 1-0 ترابزونسپور را شکست دهد و یوونتوس با حساب 2-1 استروم گراز را از پیش رو بردارد. در سایر بازی ها منچستر سیتی با یک گل بر اف سی تیماسوارا غلبه کرد، بایر لورکوزن با 3 گل تاویریا را شکست داد، زسکا مسکو با نتیجه 4-0 آنورتوسیس را در هم کوبید، پاریس سن ژرمن با 2 گل مکابی تل آویو را از پیش رو برداشت، گالاتاسرای با نتیجه 2-2 مقابل کارپاتی آلویو رضایت داد، خطافه با 1 گل آپوئل نیکوسیا را برد، بروسیا دورتموند با حساب 4-0 اف کی کاراباخ را مغلوب ساخت، اسپورتینگ لیسبون با نتیجه 2-0 باز را به برانزبی واگذار کرد و ویارئال با 5 گل دنی نیپر موگیلیف را در هم کوبید. مردان کاتالان برای تصاحب جام هم قسم شدند. شاگردان گواردیولا تلاش میکنند تا شکست 3-1 در بازی رفت سوپرجام اسپانیا را در نیو کمپ جبران کنند. دیدار برگشت سوپرجام اسپانیا فردا شب در ورزشگاه خانگی بارسلونا برگزار می شود که آبی اناری ها با وجود شکست 3-1 در بازی رفت مقابل سویا برای تصاحب این جام هم قسم شدند. این تیم که در غیاب بازیکنان اصلی خود شکست را پذیرفت قرار است در بازی فردا شب با تمام قدرت وارد میدان شود و با یک پیروزی قاطعانه سوپرجام اسپانیا را بالای سر ببرد. مسابقات فوتبال بوندسلیگا با دیدار بایرن و ولفسبورگ آغاز می شود. هفته نخست رقابت های فوتبال باشگاهی آلمان موسوم به بوندسلیگا امشب با یک دیدار برگزار می شود که قهرمان فصل گذشته در برابر ولفسبورگ به میدان می رود. این رقابت ها فردا با 6 دیدار پیگیری می شود که بوروسیا مونشنگلادباخ با نورنبرگ بازی می کند، هانوفر با مسافه انتراخ فرانکفورت می رود، فرایبورگ با سنت پاولی بازی می کند، کالن در برابر کایسرزل لارن به میدان می رود و هوفنهایم در مقابل وردر برمن می ایستد. مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس با چند دیدار پیگیری می شود. هفته دوم لیگ برتر انگلیس فردا شب با 7 دیدار آغاز خواهد شد که در مهمترین آنها تیم آرسنال در خانه خود از بلکپول پذیرایی می کند، چلسی قهرمان فصل گذشته انگلیس در خانه حریف به مسافه ویگان اتلتیک می رود و تاتنهام مهمان استوک سیتی است. در سایر بازی ها بیرمنگام با بلک برن دیدار می کند، اورتون میزبان ولورهمپتون خواهد بود، وست برونویچ مقابل ساندرلند سفرایی می کند و وست هام در خانه به مسافه بولتون خواهد رفت. این رقابت ها روز یکشنبه نیز برگزار می شود که منچستر یونایتد مهمان فولام خواهد بود و نیوکاسل در مقابل آستون ویلا به میدان می رود. آخرین و مهمترین دیدار هفته دوم را دوشنبه منچستر سیتی و لیورپول برگزار خواهند کرد. تا پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما و همکارانم در بخش خبر و تکنیک جهان سپاس. موفق باشید.